سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از اتفاق تلخ و دردناکی که توی این روزهای پایانی سال برای خانم نسرین مغانلو افتاده. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. خانم نسرین مغانلو، بازیگر خوب و سرشناس و زیبای ایرانی، با انتشار عکس مشترکی با مادر عزیزشون دیروز خبر از درگذشت ایشون دادن. ایشون در پایین این عکس نوشت: مادرم هم رفت به سفر و من دوباره داغ دیگری رو بر دل می کشم. خدایا چه در من دیدی که فکر کردی میتونم اینقدر قوی باشم که داری با مرگ عزیزانم منو امتحان می کنی. مادرم رو هم ازم گرفتی. مادرم روحت شاد و مسیرت پر نور. الان با عرشیا و بابا کنار هم هستید. برای من دعا کنید که بتونم دووم بیارم. و اینطوری خبر عزادار شدنش رو برای چندمین بار داد. خانم نسرین مغانلو که مدتی پیش پدرش رو از دست داده بود و چند ماه قبل هم پسر جوونش رو از دست داده بود، حالا در این روزهای پایانی سال 1401 در عزای مادر سیاه پوش شد. توی روز هفتم مهر ماه ماجرای مرگ مشکوک پسر خانم نسرین مغانلو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این پسر جوان 26 ساله که 10 روز قبل برای دیدار مادرش به ایران برگشته بود، از قبل در آمریکا تحت درمان بوده و روز فوتش بعد از مصرف داروهاش برای استراحت به اتاقش رفته بود که بعد از مدتی نسرین مغانلو متوجه شد که حالش بده و حالت تهوع شدیدی داره و از حال رفت. نسرین مغانلو با اورژانس تماس گرفت و با رسیدن اورژانس و معاینات اولیه متوجه جان باختن پسرش شد. پزشکان احتمال مسمومیت دارویی رو دادن، اما برای بررسی‌های بیشتر پیکر اون رو به پزشکی قانونی انتقال دادن. بعد از اون مشخص شد که عرشیا خلیلیان چند سال قبل در حادثه‌ای از ناحیه سر دچار مسمومیت شدیدی شده بوده و برای درمانش جراحی مغزی هم انجام داده بودند. برای همین هم دارو مصرف می‌کرده و در آمریکا تحت درمان بوده. به گفته‌های خانم نسرین مغانلو، عرشیا گفته‌های دکترهاش رو کاملاً انجام می‌داد. داروهاش رو سر موقع می‌خورد و خیلی نگران سلامتی خودش بود. این خانم بازیگر که هنوز از شوک از دست دادن پدر مهربونش در نیامده بود، پسر 26 سالش رو در خاک گذاشت. بعد از اون ویدیوها و عکس‌های زیادی از حالت پریشون و افسرده این خانم بازیگر زیبا و همیشه خندون در فضای مجازی منتشر شد. نسرین مغانلو با انتشار عکسی از پسرش عرشیا نوشت: بس که دوست داشتی ایران بمونی، اومدی پیشم و همینجا ازم جدا شدی، موندگار شدی، اما بی من رفتی. پرواز به سفر ابدیت، اما فکر نکردی وجودم به وجودت بسته بود. عرشیا پسرم رفتی، اما من رو هم با خودت بردی. داغت اینقدر رو دلم سنگینه که شکستم دل بندم. با رفتنت من هم مردم پسرم. منتظرم باش وجودم. مادرت به زودی پشت سرت خواهد آمد. جایت در بهشت عزیز مهربونم. راهت روشن پسر خوش قلبم. بی تو دیگر مادرت آرام نیست، اما تو آرام بخواب عرشیای من. بعد هم با انتشار ویدیوی کوتاهی از تولد پسرش عرشیا نوشت: عاقبت همه ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت. ما که دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم. امروز درست 186 روزه که نیستی عرشیای من. دیگه از پنج شنبه ها و پاییز ها بیزارم.
رفتن تو کوچ کردنت رو به یادم میاره و از بین رفتن لبخند تو لبخندمان، چون تو دیگر کنار من نیستی ارشیای خوش قلبم، عزیز مادر. من و برادر و پدرت بی تو گم شدیم. در سوگ تو نشستن تمام نمی شود. هرچه زمان می گذرد دلتنگی و درد دوری تو برای من سخت و سخت تر می شود. این دنیای بی رحم و بی عدالت تو رو زود از ما گرفت. خوش قلب مادر، خودت ما رو آرام کن دل بندم. در پست دیگه هم با انتشار ویدیوی کوتاهی از خودش نوشت: تازه داره حالیم میشه چیکارم؟ جواب زنده بودنم مرگ نبود، اما من در زنده بودنم دارم بی تو هر روز میمیرم. خدایا داستان خلقتت معناش چیه؟ خدایا اگه هستی به مردن ذره ذره هر روز ما مادر و پدرهای داغ دیده و عزیز جوان از دست داده نگاه کن و برامون چاره ای بیندیش. من که دیگه توانی برام نمونده. حق هیچ کدام ما هر روز مردن نبود. در روزهای اخیر هم ایشون بر سر مزار ارشیا و پدرشون که مزار مشترکی با هم دارن رفته بودن. پنجشنبه آخر سال بارانی مثل دل من برای نداشتن تو. ارشیا مادر، امروز آسمان هم از نبودنت گریست. من که بی تو عید ندارم پسرم. این اولین عیدی هست که تو نیستی و ما تو رو نداریم. رفتی سفر. سفری دور و در مسیری پر نور. دل بندم، تو تا ابد در جانم نشستی. تا ابد. تا زمان دیدار دوباره تو دل بندم. تا آن زمان که روزی تو را در آغوش بگیرم و بگویم از زمان رفتنت به سفر بی تو چه بر من گذشت. خوش قلب مادر، روحت در آرامش. نسرین مقانلو، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون، متولد 1 تیر ماه سال 1347 در تهرانه. ایشون دارای مدرک تحصیلی دیپلمه. ایشون سالها قبل با کمال خلیلیان، فوتبالیست معروف تیمهای ملی فوتبال، قهرمان جوانان آسیا و عضو باشگاه‌های گمرک اهواز، پاس و تاج ازدواج کرد که ثمره زندگی مشترک اونها دو فرزند به نامهای ارشیا و آریانه. خانم مقالو در ابتدای مسیر بازیگری خودش ازدواج کرد و به همراه همسرش راهی کشور آمریکا شد، اما به دلیل علاقه شدیدش به حرفه بازیگری چند سال بعد از به دنیا آمدن فرزند دوم خودش با حمایت‌های همسرش به ایران رفت و آمد کرد و در فیلم و سریال‌های تلویزیونی زیادی نقش آفرینی کرد. نسرین مقانلو در 22 سالگی وارد دنیای بازیگری شد و فعالیت خودش رو با نقش کوتاهی در فیلم دو نیمه سیب به کارگردانی کیانوش عیاری در سال 69 شروع کرد و سپس در فیلم سینمایی امید به سینمای ایران معرفی شد. این بانوی هنرمند با سریال آخرین سند وارد قاب تلویزیون شد و در مجموعه لبخند زندگی به شهرت زیادی رسید. بعد از اون در فیلم نابخشوده بازی کرد و به آمریکا مهاجرت کرد. بعد از بازگشتش با بازی در سریال مسافری از هند و بعد فیلم معروف مهمان مامان، خودش رو به عنوان یک بازیگر توانا در سینما و تلویزیون ایران مطرح کرد. سریال مختارنامه یکی از مشهورترین آثار ماندگار در کارنامه هنری این بازیگر زیباست که توی اون نقش ناریه، همسر اول مختار ثقفی رو بر عهده داره. ما هم برای این بازیگر خوب کشورمون آرزوی آرامش و صبر داریم. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.